سلام دوستای نازنین دوستای ما تقاضا کرده بودن که چطور میتونی پتلون کوبای البته خورد کنیم ببینین دوستا پتلون کوبای متوجه باشین این پتلون تفلون است فقط من میخوایم نشان بدم ببینید دوستا پترون و کوبای در قسمت ما بین داخل پای البته دو درز داره دو درز تلایی داره که یک کمه که مشکل تر است چون بسیار دبل است ما میتونیم که پترون کوبای از بغل خورد کنیم بغلش درز دو, دو خطا نداره فقط امی خطی که در بالا شما میبینین تلایی را ما میکنیم تا قسمتش میکنیم البته اردو طرفه امی قسمت ما میتونیم از این قسمت پتلونه خرد کنیم هر دو طرفش هم میکنیم تارش مکمل تا قسمت فیتی کمر چون به خاطر از این طرف خرد میکنیم که آسان تر از و دو درس نداره از او خاطر ببینین تان اندازه کنین وقتی که میخواین ببینین که بچه قدر بچی شکل کلان است و اندازه پتلونه که دارین در خانه اندازه پرفکتش شما میتونین اندازه کنین خط کنین بعدا باز شما بدوزین ببینین ما به شکل پدلونه چپه کردم و حالا می خواهیم بر شما نشان بتم که چطور مثلا می از کمر اگر کمرتان درست بود ضرور نیست که شما از کمر خورد کنین فقط از این قسمت شما سر درز می دوزین به این شکل می گیرین از این قسمت خط میکنین کنین متوجه باشین که تا یک دو انچه در سر درز می برین بعد از او باز کلان کرده میرین دوختتانه به این شکل خط می اندازه کنین من دازه می کنم فقط هدف من نشان دادن از بر شما ببینین فکر کنین این پدلون پاچهش نو هست کلانیش چون کلان است می خواهیم خوردش کنیم به طور مثال هشت نیم نو هست نیم انچ خوردش می کنیم شما اما تا اندازه کنین هر قدر که پدلونتان کلان باشه یک انج باشه و یا دنج شما پتلونی که دارین به اندازه ازم خرد کنین. ببینیم به این شکل خط میکنیم مرحله به مرحله شما خط کنین. امی که اندازه میکنین کوشش کنین خط کنین به خاطر ازی که براتان معلوم شوه یا یا پاچه شه متوجه باشین که دو پاچه یک اندازه باشه ببینین سانتی هم از 13 سانتی میشه و پنجونی منچ که بعض دوستا گفته بودن که ای انچ نی سانتی از نخیر دوستا ببینین من از انچ استفاده میکنم چارونی منچ دان پاچه شه میگیریم فقط شما ای چون پتلون است فقط من نشان میتون شما میتونین که دان پاچی تان که هر تان که به مهندزی که خوش دارین است از طریق از شما بگیرین در این کلان اندازه کنین به این شکل ما خط میکنم ببینین از معزی است که فقط نشان دادن که بعض دوستای ما گفته بودن که چطور میتونیم پتلون کوبایی که کلان باشه خورد کنیم ببینین به این شکل خط میکنیم تا دان پاچه متوجه باشین که دان پاچه را قاتش واس میشه ایرم در نظر بگیرین بعدا به این شکل نخینی قاتش دان پاچه را باید از سی انج و یا 4 انج باز کنین تارش را بکنین خاطر از این که بازور رقم بد معلوم میشه یعنی بسیار دبل می آید ببینید مال از این که دارم در ای قسمت درزا استفاده می کنم خاطر از ای که وقت دوختن ما را اذیت نکنه و یا چملک نبش نشه متوجه باشین جیبتان خورد نمیشه بسیار کم اگر خورد هم شوه بسیار کم یعنی نیمنچ فقط از قسمت پت پای پتلون شما خورد میکنین تا قسمت بجلک و یا ران ببینین به این شکل سوزنار استفاده میکنیم دام قسمتی که دانه پاچه هست به این شکل و قسمت خط که کردیم باز ما در سر از اون ما ماشین میریم از این قسمت وقتی که دوختین شروع کنین بعدا باز در سر و قسمت هایی که خط کردین شما درز تانه ببرین به این شکل ببینین دانه پاچه را مکندم گفته بودم دانه پاچه را کندیم بسیار کم دو سه و یا چارنج میکنین بعدا به این شکل می دوزیمش چون به خاطر از این که نمی که ما سرقات پتلون ماشین ببریم چون گفتم بد معلوم می شود. به این شکل ما حالا می خواهیم بدوزم تارم سوزن خود البته ماشین خودم ما پیش از پیش تار انداختیم سوزن خودم چنج کردیم فقط خواستم بر شما نشان بتم ای سوزن پتلون کوبای است تا هر کشوری که زندگی می کنین به سانش نوشته می باشه از پتلون کوبای البته ببینین و حالا ما شروع میکنم با قسمت دوختنش البته تا قسمت دان پاچه را. از این قسمت شروع کنین بسیار آیسته متوجه باشین که به خاطر که قسمت پتلون بالایش فیتی کمر است یک کمکی به حساب دوختن مشکل است کوشش کنین آهسته سر کوکتان محکم کنین آه, که از پیش تان پتلون کندنش آیسته کوشش کنین در می قسمت پتلون جیب یک آینه که بسیار کوچک است ایره هم متوجه باشین که سوزن تان میدنش بسیار آیسته آیسته متوجه باشین که به با این شکل ببینین سرخط که ما خط کشی کردیم در سر از ما می دوزیم متوجه باشین سوزان تانه مرحله به مرحله بکشین تا که سوزن ماشین تان میده نشه به این شکل کسایی که نو می خواین بدوزن متوجه دست تان باشین و کوشش کنین وقتی که می دوزین دو چشمتان سر خط باشه به خاطر کس پیش تان کجو نشه به این شکل تمام درزم می دوزویم به می قسم ببینین ما گفته بودم دانه پاچه را ای به خاطر از این به شکل درس میبریم بعدا باز به میشه یک تار طلایی که دارین در خانه به شکل لب پاچه پتلون شما میتونید پس همی لب پاچه را به همراه تار طلایی بدوزین ببینید ای هم شد درس پتلون به ای شکل میدوزین البته به پتلون های پاچکلان هم است پتلون های کوبای بزیارش پاچکلان است فقط وقتی که خلاص کردین این قسمت اضافی درزش را قیچی میکنین به این شکل ببینین دوستا ما ببینین دوستا پتلون تمام شد دان پاچه را دوختم به این شکل درز پتلون را اوتو میکنین اصلا معلوم نمیشه اما فقط یک پاچه شد دوختم به خاطر ازی که بر شما صرف نشان بتم هدف من نشان دادن بود به این شکل دوختیم